همایش فرصت‌ها و چالش‌های اتصال منطقه‌ای از سوی مرکز مطالعات منطقه‌ای آکادمی در ارگ برگزار شد. سخنگوی امارت اسلامی در این همایش می‌گوید که سیاست افغانستان در منطقه متوازن و بی‌طرف خواهد بود. دا سیاست دوام دار کېدل غواړي، دغه پالیسی ساتل غواړي او حمایه کېدل غواړي، چې موږ د اوږدمهالې شکل باندې دغه متوازن سیاست وساتو، کومې خواته د تلې پله رانه کږه نه سي. خدای نه کرده که دا پله رانه کږېږي، بیا دلته بېرته د مداخلو دپاره لاره هوارېږي. دغه فرصتونه چې موږ یې په لاس کې لرو دا ضایع کوي. معاون اداری ریاست الوزراء نقش افغانستان را در اتصال منطقه‌ای مهم می‌داند. عبدالسلام حنفی اطمینان می‌دهد که به زودی کار پروژه‌های تاپی، کاسا 1000، راه آهن، فایبر نوری و برخی از پروژه‌های دیگر در کشور آغاز خواهند شد. رول افغانستان برای اتصال منطقه‌ای نهایت مهم و استراتژیک می‌باشد. افغانستان به حیث چهارراهی آسیا برای اتصال منطقوی جایگاه خاصی را دارد. در این همایش نمایندگان شماری از کشورهای منطقه نیز شرکت کرده بودند. از سوی هم شماری از پژوهشگران مرکز مطالعات منطقه‌ای اوضاع کنونی افغانستان را برای اتصال منطقه مهم می دانند. د افغانستان جیوپولیټیک موقعیت دی، مخکې له مخکې لاسلیک شوې پروژې دي، همدارنګه اقتصادي محوره بهرنی سیاست دی د اوسني حکومت اسلامي امارت، او همدارنګه به خاصه توګه باندې د امنیت مسله چې در د امنیت شتون چې دی هغه بل غټ فرصت دی. در قطعنامه این همایش نیز از امارت اسلامی خواسته شده است که برای اتصال منطقه‌ای سیاست بیطرف را برگزیند و بازارهای مشترک با کشورهای همسایه ایجاد شوند.